اولین تکیه در تکنیک نوازندگی سنتور تکیه ساده هستش. از لحاظ شکل ظاهری تکیه ساده ترکیبی از یک نوت سلاچنگ و یک نوت دولاچنگ هستش و اون دایره بسیار کوچکی که بالای اینها دیده میشه همون تکیه هستش. در واقع این دایره کوچک نمونه یک تکیه ساده میشه. طریقه نوشتن تکیه ساده به همین شکل، در واقع نوت سلاچنگ و دولاچنگ با اون دایره کوچک، اما اجرای اون به این فرم هست که اگر این دوتا نوت ما دو و دو هستن، اجرای اصلی دو ره دو میشه، در واقع با یک نوت بالاتر از این مجموعه. به عنوان مثال دوم این اجرا لا سی لا، این یکی فا سل فا میشه که نمونه های اجرایی رو اینجا برای ما توضیح داده و باز کرده قضیه رو. سعی میکنیم که شفافیت اجرا در واقع اینجا خودش رو نشون بده و نوت تکیه رو خیلی خیلی ظریف اجرا بکنیم. درس دوم از تکیه ها مربوط به تکیه دوراب میشه. تکیه دوراب چند حالت و چند شیوه نگارش داره. با علامت تریل قبلا آشنا شدیم در درس دوم ریز. این علامت تریل در واقع ریز رو با نوت بالاتر مشخص میکنه و خود در واقع نوت چنگ نشونه چهار تا ریز این درس هستش که ما میاییم به عنوان مثال این نوت دو رو که بالای اون علامت تریل داره به این صورت اجرا میکنیم: دو ره دو ره دو. نوت بعدی میشه سی دو سی دو سی، بعدی لا سی لا سی لا، که طریقه اجرا رو در این مثال ها در واقع نوشته و از روی اینها ما میتونیم اجرا بکنیم. تا این قسمت شیوه اجرا فرقی نمی کنه، اما در این قسمت ما یک حالت دیگر از تکیه دوراب رو داریم که نحوه نگارش نوتی اون رو اینجا میتونیم ببینیم. در واقع دو تا نوت دولاچنگ به یک نوت چنگ چسبیده و دو تا تکیه هم زیر اون قرار داده شده. شیوه اجرایی به این فرم میشه که باید به این فرم در واقع تقسیم بندی بکنیم: فا لا فا لا سل، یعنی دو تا نوت بالاتر از خود فا رو در نظر میگیریم. این عدد سه که اینجا نوشته شده همین رو میرسونه، در واقع فاصله سوم نوت فا رو به ما نشون میده که بگیم لا سل فا سل لا، که بگیم فا لا فا لا سل، بعدی رو بگیم سل سی سل سی لا الا آخر، و اینجا شیوه اجرایی رو برای ما مشخص کرده و اینم شیوه نگارش نوتی رو میتونیم ببینیم. در قسمت انتهایی تلفیقی از حالتهای اول و تکیه های دوراب در دوم رو میبینیم و در قسمت
در واقع آخر، یعنی خط آخر، یک حالت دورابی گذاشته شده و به جای یک تونه چنگ دو تا دولا چنگ رو میبینیم که نحوه اجرای اون مشخص خواهد شد. شلال ما در واقع از تکیه های بهره گیری میکنیم که به صورت کاملا ساده توضیحات ابتدایی اون رو عرض خواهم کرد. نحوه نوشتن تکیه شلال به این صورت هست، در واقع نوت های چنگ نوشته میشن و تکیه هایی رو بالای سر اونها ما میبینیم. همین مواردی رو که من نشون دادم اینجا در بالا تکنیک اجرایی اون رو میبینیم. بالا سر نوت ره یه تکیه قرار داده شده که این تکیه مربوط به نوت ره نیست. این تکیه مربوط به نوت بعد میشه. این تکیه بعدی، این تکیه بعدی و نهایتاً این تکیه مال این میشه. در واقع هر تکیه مربوط به نوت بعد از خودش میشه. همونطور که در شیوه نگارش میبینیم در واقع تعداد نوتایی با 5 است که این رو اینجا باز کرده. در شیوه اجرایی نوت اول یک ضربه با دست راست در واقع زده میشه و تکیه با دست چپ به نوت بعدی میچسبه. چون تکیه یا نوت زینت ارزش زمانی در میزان رو نداره، باید خیلی سریع به نوت بعد خودش بچسبه. در واقع این دست چپ رو ما خیلی سریع به راست میچسبونیم. این که نوتای زینت رو چه نوتی اجرا بکنیم دقیقا اینجا توضیح داده شده و همطور که لازم میکنید میتونیم از اون نمونهای اجرایی ملودی رو اجرا بکنیم. و همچنین این قسمت رو در اینجا شرح دادن، این قسمت رو در اینجا شرح دادن، این هم رو اینجا میتونیم ببینیم. و همچنین موارد مفصل تر که شیوه نگارش و شیوه اجرای دقیقا با هم یکسان هستن بتونیم اینا رو اجرا کنیم. در قسمت بعد نوت های اجرایی به صورت سرمزراب که در درس های قبلی اجرا شد، سرمزراب ها رو خیلی خیلی سریع و بدون وقفه باید اجرا بکنیم. در واقع نوت سی که ملاحظه میکنیم اینجا سی 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 هستش، یه سی زرد، یه سی سفید و یه دونه زرد، به صورت راست چپ راست این رو میزنه و در پایین تلفیقی از تکیه های شلال و نوت های زینت با حالت سر مضراب رو میبینیم که به اجرای درس بپردازیم. Thank you.
بعدی در واقع تلفیقی از تکیه های ذکر شده، یعنی تکیه های ساده، تکیه دراب و تکیه شلال هستش. در این درس در واقع بعدی که راجع به تکیه میخواییم صحبت میکنیم، یک حالتی مشابه با تکیه ساده رو داریم، با این تفاوت که ترکیب نوتی ما از نوتهای دولا چنگ و چنگ هستش و تکیه خاص خودش رو داره، که مثلا این نوتی رو که من نشون میدم که فا و می هست به این فرم اجرا میکنیم، فا، سول، می، در واقع نوت بالاتر از این ها. برای این مثال میتونیم بگیم سی، دو، لا. برای این مورد لا، سی، سول و همچنین موارد مشابه با اون. در درست بعدی که در واقع حالت تلفیقی رو داره، میتونیم تکیه های ساده رو ببینیم که به تکیه های که به نوتای دست چپ چسبیده و همچنین تکیه های دراب و حالت های مختلفی رو که برای اون در نظر گرفته شده و همچنین حالت های دیگری هستش که در فرصت های بعدی میتونیم اونها رو